چطور دیدی؟ ندیدی. سرمال مثل ها و زبان زدهایی که امروز به کار میبریم داستان های جالب و پندآموزی دارن که در طول تاریخ شاید اون داستان ها گم شدن، اما اون زبان زد و اون مثل در کتاب ها هنوز یافت میشه و هنوز مردم ازش استفاده میکنن، ولی بسیاری از داستان اون بی اطلاع و بی خبر هستن و تنها وقتی که احساس میکنن که در سخنشون جای آوردن یک مثل هست از اون استفاده میکنن. برخی از ضرب المثل های فارسی به دلیل کاربرد زیادی که دارن جزء ضرب المثل های معروف به حساب میاد. یکی از این ضرب المثل ها هم شطور دیدی؟ ندیدی هست. اگه یک نفر از رازی خبر داشته باشه و سخن گفتن درباره اون راز باعث زحمت و گرفتاری و دردسرش بشه، به اون میگن بابا شطور دیدی؟ ندیدی. یعنی در مورد اون صحبت نکن. اما حکایت و داستان ضرب المثل، مردی در صحرا به دنبال شطورش میگشت تا اینکه به پسرکی برخورد کرد. سراغ شطور را از او گرفت. پسر گفت شطورت یک چشم داشت و یک چشم دیگرش کور بود؟ مرد گفت بله بله. پسر پرسید آیا یک طرف بارش شیرین و طرف دیگر بارش ترش بود؟ مرد دوباره گفت بله همینطور است. حالا بگو شطور من کجاست؟ پسر گفت من شطوری ندیدم. مرد ناراحت شد و فکر کرد که شاید این پسر بلایی بر سر شطور آورده و پسرک رو نزد قاضی برد و ماجرا رو قاضی از او پرسجو کرد و پرسید و پسرش برای قاضی تعریف کرد که بله در راه روی خاک اثر پای شطوری رو دیدم که فقط سبزه‌های یک طرف خورده بود. از این رو فهمیدم که باید یک چشم داشته باشه و چشم دیگرش کور باشه. بعد دیدم یک طرف راه مگس بیشتر هست و یک طرف دیگه پشه بیشتر هست و چون مگس شیرینی دوست داره و پشه ترشی دوست داره، نتیجه گرفتم که یه لنگ بار شطور شیرینی و یه لنگ دیگرش ترشی بوده. قاضی که از هوش پسرک خوشش اومده بود گفت درسته که تو بیگناه هستی، ولی زبانت باعث درد سرت شده. پس از این به بعد شطور دیدی؟ ندیدی. این مثل خب همونطور که گفتیم هنگامی به کار میده که حرف زدن و پرحرفی و اظهار معلومات کردن باعث درد سر میشه. آسودگی در کم گفتن هست و چی کار داری که دخالت کنی؟ شطور دیدی؟ ندیدی.